سلام بچه ها. Hello everyone. اسم من سنمه. My name is Sanam. و امروزم با یه دونه دیگه از قسمت‌های قصه گویی به زبان فارسی مهمون خونه های شما. همین اول برنامه بذاریم به شما که اومدین و منو اینقدر خوشحال کردین یه سلام گرم و درست و حسابی بکنم. سلام گلای خندون، سلام بادندون، سلام بیدندون، سلام به هر پرنده که توی باغ میخنده، سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و خوشگلی که نشستین توی خونه هاتون رو دارین این برنامه رو تماشا میکنین. امروز فکر کردم که چی بهتر از این که با همدیگه یه شعری رو بخونیم که یه کمی به بدنمون نرمش بدیم. اما قبل از اینکه این شعر رو شروع کنیم باید با همدیگه چند تا چیز رو تمرین کنیم. مثلا به من بگیم ببینم اگه که قرار باشه که با دستتون و بدنتون شکل یه دونه قاشق یا سپون رو نشون بدین اون موقع چی کار میکنین؟ آفرین. دستاتون رو گرد میکنین، میبرین بالای سرتون تا شکل یه قاشق یا سپون بشین. حالا بگیم ببینم اگه که قرار باشه که چنگال یا فورک بشین اون موقع چی کار میکنین؟ دستاتون رو اینجوری میارین و میشین چنگال یا فورک. اگه که قرار باشه که چاقو بشین یا نایف اون موقع چی کار میکنین؟ آفرین. اون موقع هم دستتون رو میبرین بالای سرتون این شکلی تا بشین نایف یا چاقو. حالا که حاضرین برای این که شعر رو شروع کنیم دیگه نباید وقت رو از دست بریم. بریم با هم این شعر رو بخونیم. من یه چاقوام چنگالم قاشقم چا چا چا. من یه چاقوام چنگالم قاشقم چا چا چا. من یه چاقوام چنگالم قاشقم چاقوام چنگالم قاشقم چا چا چا. خب یه کمی شعر سختیه ولی میگم که بیاین با هم دیگه یه ذره تونترش رو بخونیم چون با مزه تر بیشتر حال میده. اگه که حاضرین توندش رو بریم بخونیم. من یه چاقوام چنگالم قاشقم چا چا چا. من یه چاقوام چنگالم قاشقم چا چا چا. من یه چاقوام چنگالم قاشقم چاقوام چنگالم قاشقم چا چا چا. خوب بود؟ آره منم خیلی اینو دوست دارم. حالا که این شعر با هم دیگه خوندیم یه شعر دیگه میخونیم که یه کمی نرمشش کمتر، خیلی لازم نیست دست و پامونو بالا پایین کنیم. برای این شعر لازمه که چند تا کلمه رو با هم دیگه تمرین کنیم. اگه که قرار باشه که با دستتون بالا رو نشون بدین یا آپ اینجوری میکنیم، اگه که قرار باشه که پایین یا دم رو نشون بدین اینجوری میکنیم، اگه که قرار باشه که تند یا فست رو نشون بدین اینجوری میکنین، اگه که قرار باشه آروم رو نشون بدین چی کار میکنین؟ آفرین. آروم رو اینطوری نشون میدیم. اگه که قرار باشه که بیرون رو نشون بدیم اینطوری میکنیم، و اگر که قرار باشه داخل رو نشون بدیم اینطوری میکنیم. حاضرین؟ بریم با هم این شعر رو بخونیم. به چرخ به چرخ به چرخ به چرخ بالا 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 به چرخ به چرخ به چرخ به چرخ به چرخ به چرخ بالا 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 به چرخ به چرخ به چرخ به چرخ پا
pawing, 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 pawing. Bechach, 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 bechach. Pawing, 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 pawing. Bechach, 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 bechach. Ton, 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 ton. Bechach, 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 bechach. Arum, 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 arum. Bechach, 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 bechach. Birun, 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 birun. Bechach, 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 bechach. Tu, 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 tu. اینم از شعر بچرخ بچرخ. دیگه به نظرتون چه شعری بخونیم؟ من که فکر میکنم که هر چی شعر بلد بودم دیگه تا حالا خوندم براتون. بذارین فکر کنم ببینم دیگه چه شعری مونده که نخوندم. الو؟ سلام نیکا جون. مرسی، من خوبم، شما چطورین؟ خانوادتون خوبن؟ نه بعد موقع که زنگ نزدین. من الان مشغول ضبط برنامه قصه گویی به زبان فارسی هستم. همین الان متوجه شدم که دیگه شعر دیگه نمونده که نخونده باشم. به نظر شما چه شعری مونده که من نخوندم؟ آره راست میگین، خیلی فکر خوبیه. باشه مرسی، حالا بعدم با هم صحبت میکنیم. خدافظ. نیکا جون بودن، نیکا جون یکی از فامیلای ما هن. گفتن که شعر خانواده رو لطفاً بخون. خب شما بگیم ببینن، میدونین که یه خانواده از چه آدمایی تشکیل شده؟ بله، خانواده توش مامانه یا مام، توش باباه یا دد، توش ممکنه که بعضی وقتا خواهر باشه یا سیستر، بعضی وقتا هم ممکنه توش برادر باشه یا برادر، ممکنه که بعضی وقتا هم مثلا نه یه دونه خواهر یا نه یه دونه برادر، مثلا توش چند تا خواهر باشن یا توش چند تا برادر باشن. به همه این آدم ها کنار هم میگن یه خانواده. حالا که نیکا جون زنگ زدن گفتن شعر خانواده رو بخونیم، بیاییم بخونیمش همین الان دیگه. اگه که حاضرین شروع کنیم. بابام میره اداره، همیشه گرم کاره، چشم و چراغ خونه، مامان مهربونه، داداش جونم چه نازه، یکم زبون درازه، خواهر جونم چه ریزه، با نمک و عزیزه، ما این یه جمع ساده به نام خانواده. خب اینم از شعر خانواده. اما الان یادم افتاد که یه خانواده فقط مامان و بابا و خواهر و برادر نیست. اگه که قرار باشه که یه خانواده بزرگ یا یه فامیل کامل رو در نظر بگیریم، اون موقع توش مامان بزرگ هست، توش بابا بزرگ هست، توش خاله، عمه، دایی، عمو، پسر خاله، پسر عمه، دختر دایی، همینجور آدمه. خب پس همه اینا با هم دیگه تشکیل یک فامیل رو میده. حالا که صحبت شد از مامان بزرگ و بابا بزرگ، بیان که برای اونا هم یه شعر بخونیم. حاضرین؟
شروع کنیم. باش. پدر بزرگ خوبم همیشه مهربونه، وقتی که پیشش باشم برام کتاب میخونه. مامان بزرگ نازم خیلی برام عزیزه، هرچی غذا میپزه خوشمزه و لذیذه. وقتی با اونا باشم قصه و غم ندارم، دنیا برام قشنگه، هیچ چیزی کم ندارم. حالا که این همه شعر خوندیم با هم دیگه، فکر میکنم که وقت این باشه بریم سراغ قصه امروز. بذاریم برم کل پشتیمو بیارم تا ببینم قصه که امروز قراره با هم بخونیم اسمش چیه. این کل پشتی منه. This is my backpack. کتابی که امروز قراره با هم بخونیم اسمش هست مواظبت از مامان بزرگ شیطون. بریم با هم این داستان رو بخونیم. داستان این هفته اسمش هست مواظبت از مامان بزرگ شیطون. این کتاب رو خانم جین ریگن نوشتن و کسی که کتاب رو به فارسی برای ما ترجمه کردن خانم عطیه الحسینی هستن. تصویرگر این کتاب آقای لی وایلدش هستن. کتاب رو انتشارات پرتغال به چاپ رسونده. این کتاب و این داستان رو تقدیم میکنم به همه مامان بزرگا. وقتی پرستار مامان بزرگ میشید، اگه خوششانس باشید شب پیش اون میمونید. وقتی به در خونش میرسید باید چی کار کنید؟ تغییر قیافه بدین و بگین حدس بزن من کی هستم. در خونش رو با رمزی بزنین که فقط اون میدونه، مثلا تق 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 تق. اگه گربه دوست دارین میو میو کنین، اگه سگ دوست دارین هاپ هاپ کنین، اگه ماهی قرمز دوست دارین وقتی اون در رو براتون باز میکنه فریاد بزنین مامان بزرگ پرستارت اومده. موقع خدافزی مامان و بابا رو بغل کنین و بگین قصه نخورین، زود برمیگردم خونه. حالا برای مامان بزرگ تعریف کنین که چه سرگرمی هایی براش دارین. چطور سر مامان بزرگ ها رو گرم کنین؟ برین پارک، کلوچه مخصوص بپزید، لباس رژه بپوشید، برید پارک رو به اردک‌ها غذا بدین، یوگا کار کنین، عکسای خانوادگی رو تماشا کنین، تا بازی کنین، قایم موشک بازی کنین، کلاهای بامزه درست کنین، برید پارک سرسره بازی کنین، نمایش عروسکی اجرا کنین، یه عالمه کتاب بخونین، برید پارک رو عکاسی کنین، معما حل کنین و کارت بازی کنین. حالا که شما پرستار مامان بزرگ هستین باید اجازه بدین خودش انتخاب کنه. البته که اون میخواد بره پارک. توی پارک چی کار کنیم؟ سوار سرسرهای موجدار و سرسرهای پیچ پیچی بشین. اگر هم جرأتش رو داره سوار بلندترین سرسره بشین. تا به مامان بزرگ رو هول بدین، اما نه خیلی محکم. یادش بندازین که پاهاش رو عقب و جلو ببره. به اردکا غذا بدین. به اون نشون بدین که چطور به اردکای خجالتی کمک کنه تا غذا گیرشون بیاد. یادتون نره پرستارای خوب همیشه قبل از اینکه وقت رفتن بشه میگن فقط 5 دقیقه دیگه. به خونه که برگشتین برای سرگرمی‌های بیشتر برنامه ریزی کنین. چطور با مامان بزرگ ها بازی کنین؟ دوتا میکروفون بردارین و یه آهنگ اجرا کنین. شاید بخواین تولدت مبارک رو بخونین یا خوشحال و شاد و خندونم رو، یا دوتایی با هم از خودتون یه ترانه جدید بسازین. همه کفشای اون رو ردیف کنین و کفش فروشی بازی کنین. اگه مامان بزرگتون چیزای رنگارنگ دوست داره
به سر تا پای اون روبان و پاپیون و عکس برگردون بچسبونین و وقتی آینه رو به اون میدین فریاد بزنین هورا. خیلی زود وقت شام میرسه. شاید دستپخت مامان بزرگتون خیلی خوب باشه، اما کلکایی رو که بلدین یادش بدین تا همه چیز از اون چیزی هم که هست خوشمزه تر بشه. روی همه چیز اسمارتیز بریزید. خب تقریبا همه چیز. غذاها رو با شکلای بامزه تزیین کنین. هر لقمه که توی دهانتون میذارین چشماتون رو ببندین و بگین به به. وقتی هوا داره تاریک میشه مامان بزرگتون رو ببرید بیرون تا با هم اولین ستاره رو پیدا کنین. وقتی برگشتین تو یه جای گرم و نرم لم بدین، با هم کتاب بخونین، آروم ورق بزنین تا اون بتونه همه چیز رو توی عکس ها پیدا کنه. از مامان بزرگتون بخواین خاطرات بچگی مامانتون رو براتون تعریف کنه. وقتی مامان میرفت پارک دوست داشت چی کار کنه؟ هیچ وقت تو درد سر نمی افتاد. مامان بزرگ اونم به خوبی تو بود؟ یادش بدین چطوری بدون این که صداش در بیاد بگه دوستت دارم. به چشماش، به قلبتون رو به اون اشاره کنین. حالا بذارین مامان بزرگتون انتخاب کنه که کجا میخواد بخوابه. جاهایی برای خواب توی چادر، روی زمین، روی کاناپه، توی تخت کوچیک. اگه پرسید چرا خواب رو روشن بذارین؟ چراغ راه رو روشن بذارین؟ یا در رو باز بذارین؟ جواب بده آره آره آره. همین که دوتایی رفتین زیر پتو با سایه ها شکل بسازین. بعد باید روباهایی که با سایه می سازین همدیگر رو ببوسن و به هم شب بخیر بگن. اگه اون دلش برای مامان یا باباتون تنگ شده به اون بگین اونا صبح زود شاد و سرحال میان پیشمون. صبح وقتی شنیدین در میزنن در رو باز کنین، ولی قبل از اون کاری کنین که لباساتون مثل دوقلوها بشه. بعد از اینکه همه وسایلتون رو جمع کردین نوبت سخت در این کار میرسه، خداحافظی. چطور با مامان بزرگا خداحافظی کنیم؟ براش کمی اسمارتیز، چند تا کتاب، عکس برگردون رو روبان بذارین. بدون اینکه صداتون در بیاد به اون بگین دوستت دارم. اون رو محکم بغل کنین و بپرسین دوباره کی میتونم پرستارت باشم؟ اینم از قصه امروز که همینجا تموم میشه. به نظر من مواظبت از مامان بزرگا اونقدرام که میگن سخت نیست. فقط کافیه که این کتاب رو بخونی و یاد بگیری که چی کار باید بکنی که نه فقط به اونا بلکه به خودت هم خوش بگذره. خب بچه ها قصه امروز رو دوست داشتیم. Did you like the story? Yes. بله یا no. نه. من که خودم خیلی از قصه مواظبت از مامان بزرگ شیطون لذت بردم. حالا فکر میکنم وقت اینه که با هم دیگه یکی دیگه از شعرهای بازی با انگوشت ها رو بخونیم. شعرهای این کتاب رو آقای مصطفی رحمان دوست گفتن و نقاشیاش رو خانم حاله لادن کشیدن. این کتاب محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست. بیاین خودمون رو حاضر کنیم برای یه دونه شعر دیگه از این کتاب. پس لطفاً برای من دستتون رو بیارین بالا و انگشتاتون رو تا جایی که میتونین از هم فاصله بدین. بیاین با هم بشماریم ببینیم یه دونه دست چند تا انگشت داره. حاضرین؟ بشماریم. 1 2 3 4 5. یه بار دیگه با هم بشمونیم. 1 2 3 4 و 5.
انگشت پنجم که یک کمی توپلتر از بقیه است اسمش هست شست. فکر میکنم حالا شما هم حاضرین که با من این شعر رو بخونین. توی خونه ای که اندازه یک کف دست بود خونواده ای زندگی میکردن. اولی گفت من پسرم کار دارم توپ شده روزگارم. دومی گفت من پدرم کار دارم میرم که پول درارم. سومی گفت من مادرم کار دارم زیاد کار و بارم. چهارمی گفت من دخترم کار دارم عروسکم مریضه تو خونه بیمار دارم. پنجمی انگشت شست خندید و گفت شیر میخورم از همه کوچیکترم روخر خود سوارم هیچ کاریم ندارم. پنجمی یه نینی کوچولو بود که هیچ کاریم نداشت از صبح تا شب. اینم از شعر امروز. دیگه فکر میکنین که وقت چی باشه؟ درست حد زدین. الان دیگه وقت خدافزیه. پس شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو میگیم خدا نگهدار. شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو میگیم خدا نگهدار. میگیم خدا نگهدار. خدا نگهدار بچه ها.